سلمان فارس چی کسی بود که رسول الله میفرماید سلمان و منا؟ زندگی سلمان فارس خلاصهش همینه که سلمان فارس از ایران بود، مجوسی بود. با کی برابر شد؟ با مسیحی ها برابر شد، مسیحی شد، اهل کتاب شد، جستجوی حق بود. وقتی که خانوادش خبر شدن او را در حبس و در زندان قرار دادن، فرار کرد. وقتی فرار کرد رفت طرف شام به خدمت یکی از راهبان و از کشیش ها و بالاخره مسیحیان. خدمت یکی را کرد، بعد گفت که اگر تو از دنیا رفتی من کجا برم؟ برو خدمت فلان مسیحی دیگر را بکن. در تاریخ میاره میگه این سلمان فارس 10 راهب را خدمت کرد. راهب دهم وقتی که میخواست از دنیا بره، سلمان فارس برایش گفت که اگر تو از دنیا رفتی من کجا برم؟ این راهب گفت که من در تورات و در انجیل وصف پیامبر آخر الزمان را دیدم، او عنقریب ظهور میکنه، عنقریب به بعثت و مبعوث میشه. برو را جستجو کن. گفت کجا هست؟ گفت نمیدانم بیشتر، فقط در یک شهریه که این طرف و اون طرفش دشت، فقط وسط و بالاخره خرما هست، نخل هست. سلمان فارس در طلب حرکت میکنه، 10 کمتر یا بیشتر گسفند داره، حرکت میکنه. مسیر راه به دست دزدا میفته و دزدا مالش را میگیرن و خودش را برای یهودیان میفروشن. سلمان فارس گوش بکن که رسول الله وقتی میفرماین سلمان و منا، این دین با آسانی به دست نیامده. فکر بکن از ایران بره به شام، از شام بره به جزیره العرب، در اونجا به دست دزدا میفته، دزدا او را به نام غلام میفروشن برای یهودیان. یهودیان مدینه او را میارن در باغ یکی از یهودی ها، خرما میچینه، سر درخت هست که ناگه صدای طفلان بلند میشه که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. با همدیگر به چا گفتگو میکنن که همون شخصی که مردم منتظرش بودن آمده. نگه سر درخت، نگه سر درخت بودم، نگه دلم به حالت سستی رسید، به حالتی رسید که بدنم میلرزید. میگه از اونا پرسان کردم چی کسی آمده؟ میگه اینها گفتن که کسی به نام محمده که به پیامبری مبعوث شده. میگه من از او سه نشانی داشتم که از مسیحیان شنیده بودم، از راهب مسیحی. نشانی اول، زکات نمیخوره، میگیره برای دیگران میده، هدیه قبول میکنه و در تخت شانه هایش مهر نبوت هست. میگه آمدم از او باغ خرما را آوردم برای رسول الله پیش کردم، گفتم این زکات هست. رسول الله گرفتن برای صحابه تقسیم کردن، برای فقرا خودشان نخوردن. میگه گفتم که الحمدلله، این نشانی اول. دوباره ظرفی از خرما آوردم، گفتم اینها هدیه هست. رسول الله کمی خوردن و برای صحابه دادن، گفتم الحمدلله. میگه مرحله سوم روی من نمیشد که چگونه تخت شانی رسول الله را ببینم که آیا مهر نبوت هست یا نیست. میگه در گرد رسول الله چرخ میزدم که رسول الله پتوی مبارک خود را پایین انداختن و من مهر نبوت را دیدم. و آمدم به رسول الله گفتم یا رسول الله، سالهای که من در انتظار شما هست، یا رسول الله چندین مرتبه برده و غلام شدم تا به شما رسیدم، یا رسول الله شکنجه شدم تا به شما رسیدم، یا رسول الله به دست دزدان افتادم تا به شما رسیدم، یا رسول الله گرمای شام و جزیره العرب را قبول کردم تا به شما رسیدم. به رسول الله ایمان میاره. اینه که رسول الله میفرماین سلمان و منا، سلمان از ما هست. عربا نشسته بودن، یکی میگفت انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، من بچه فلانیم، از فلان قبیلهیم، از فلان قومم. سلمان میگه من نشسته بودم، هر کدام از نسبهای خود میگفتن، اما من چی بگم؟ سلمان یعنی چی؟ میگه تا نوبت من رسید رسول الله گفتن سلمان و منا، سلمان از ما.